زیارتگاه خالد نبی و گورستان آن محلی برای زیارت و سیاحت است. فضای اطراف این زیارتگاه و مناظر پیرامون آن سراسر آرامش و مملو از زیبایی‌های غیرقابل وصف است. مکان آرامگاه بر فراز قله کوه گوگجه داغ قرار گرفته و چشم‌انداز زیبای آن بر بلندی کوه همان چیزی است که سبب شده توجه طبیعت‌گردان به این منطقه جلب شود. خالد نبی در واقع یک مجموعه متشکل از گورستان خالد نبی، آرامگاه چوپان آتای و زیارتگاه خالد نبی است. این مجموعه یکی از مشهورترین و قدیمی‌ترین جاهای دیدنی استان گلستان به شمار می‌رود. اما خالد نبی کیست؟ خالد نبی آخرین مبلغ دین مسیح است که در گفتگوی محاوره‌ای ترکمنان ایشان را حالت نبی می‌گویند. حضرت خالد نبی طبق برخی اسناد آخرین پیامبر قبل از نبی اکرم بوده و 84 سال پیش از میلاد رسول اکرم به دنیا آمده است. البته در برخی منابع فاصله زمانی بین ظهور خالد نبی و ولادت پیامبر اسلام را در حدود 40 سال دانستند. به نقل از کتاب ناسخ التواریخ، خالد ابن سنان 6123 سال بعد از به دنیا آمدن حضرت آدم 530 میلادی به تخت نبوت نشسته است. او در سرزمین عدن میزیست و از قبیله بنی عبس بغیز بوده است. خالد نبی در زمره پیامبران تبلیغی بدون کتاب و آخرین مبلغ دین مسیح بوده و رسالتش ایجاب می کرده که به عنوان مبلغ دینی به همه جا سفر کند و مردم را به پذیرش دین مسیح دعوت کند. در آن زمان در ایران خسرو انوشیروان دادگر پادشاهی می کرد و آیین زرتشت مذهب رسمی اکثر ایرانیان بود. گفته شده دختر خالد نبی در دوران پیری به خدمت پیامبر اسلام می رود و در حضور پیامبر ایمان می آورد. کمی دورتر از زیارتگاه خالد نبی روی یکی دیگر از تپه های این منطقه تندیس های سنگی متعددی در کنار یکدیگر و به طور پراکنده مانند یک گورستان از زمین قد برافراشتند. بر اساس مستندات و شواهد قدمت این گورستان تاریخی به هزاران سال پیش مربوط می شود. همچنین به نظر می رسد که تعداد این سنگ ها در ابتدا حدود 600 عدد بوده است. با مطالعاتی که در این منطقه صورت گرفته نظریه های متفاوتی برای شکل خاص این سنگ ها مطرح است. برخی بر این باورند که تندیس های بزرگ نشانگر مردانی هستند که کلاه بر سر و شال بر کمر دارند و همچنین تندیس های کوچک به شکل زنان هستند. عده‌ای نیز برخی از این سنگ ها را به صلیب تشبیه کردند. در نظریه دیگری این تندیس های بزرگ و کوچک به اندام های مردانه و زنانه نسبت داده شده. با تمامی این اوصاف تقریبا در یک موضوع همه این نظریه ها به اتفاق نظر رسیدند و آن بیانگر این است که این تندیس های سنگی حکم سنگ مزار قبر ها را برای ساکنان این منطقه داشته است. به هر حال شکل و شمایل این سنگ ها و در پی آن نظریه های ارائه شده بر اساس اعتقادات و آیین های مخصوص این منطقه در برهه‌ای از تاریخ است که چنین حاصلی را در پی داشته است. تنها موضوعی که اکنون مهم است جایگاه ویژه این منطقه در بین جاذبه های گردشگری شمال ایران است که متاسفانه با بیمهری و کم لطفی در سالیان اخیر مورد گزند و آسیب و تخریب قرار گرفته. اگرچه این منطقه در مکانی نسبتاً دور افتاده واقع شده مورد توجه تعداد زیادی از علاقمندان قرار گرفته است. با شهرت روزافزون گورستان و زیارتگاه خالد نبی، این مکان به خودی خود به جاذبه‌ای مستقل تبدیل شده است، تا جایی که سالانه بیش از 100 هزار گردشگر ایرانی و خارجی از این گورستان باستانی مناظر و چشم اندازهای اطراف آن دیدن می کنند. متاسفانه با تمامی این اوصاف این مکان در مقاطع گوناگون مورد تخریب قرار گرفته است. تخریب های مانند شکستن سنگ ها که در پی کم توجهی به گورستان خالد نبی به عنوان یک اثر ملی بخش های بسیاری از آن را شامل شده است. آخرین مورد نیز رخ دادن آتش سوزی در محوطه این قبرستان است.